سلام رفقا امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستید زندگی به کامتون شیرین باشه مهدی هستم میزبان و همراه شما در کانال امشب قراره که با هم پرونده عجیبی از تهران که حدودا دو ماه قبل مردی میان سال توی یکی از محله های جنوب شهر تهران در حالی که بیهوش بوده پیدا میشه و نیروهای امدادی اون رو به بیمارستان منتقل میکنن و پلیس توی تحقیقاتی که داشته متوجه موضوعات جالبی میشه رو بررسی کنیم قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید اگر دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید چرا که با این کارتون باعث میشید خانوادهمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه من هر شب ساعت 9 با یه پرونده جنایی همراه شما هستم بریم وارد پرونده بشیم تا ببینیم ماجرا دقیقا از چه قراره حدوداً دو ماه پیش پسر جوونی به اسم فرزاد که توی منطقه جنوب تهران مغازه دار بوده حوالی ظهر وقتی داشته به خونه برمیگشته کنار جوب مردی و 45 ساله رو میبینه که وضعیت جسمی خیلی بدی داشته برای همین سری به سمت اون میره و وقتی متوجه میشه که اون زنده است سری به نیروهای آمبولانس تماس میگیره و نیروهای امدادی هم این مرد رو به بیمارستان منتقل میکنه Hone حراست بیمارستان بعد از اینکه کادر پزشکی به اونها اطلاع میدن که این مرد بیمار عادی نیست و احتمالا کسی چنین بلایی سرش آورده ماجرا رو به نیروهای پلیس آگاهی تهران اطلاع میدن پلیس هم بعد از ثبت گزارش وارد عمل میشه و بعد از چند روز که فرید حالش کمی بهتر میشه و به خودش میاد تحقیقاتش رو با حرف زدن با اون شروع میکنه فرید توی اظهاراتش به نیروهای پلیس میگه که تقریبا از هیچی خبر نداره فقط چند روز پیش صبح اول وقت که برای کار از خونه خارج شده چنین اتفاقی براش افتاده فرید میگه که برج و وضعیت مالی خوبی داره از طرفی همسرش طلاق داده و تنها زندگی میکنه اما واقعا ماجرا دقیقا از چه قراره و چه اتفاقی برای این مرد افتاده 15 سال پیش مردی به اسم فرید که حدودا سی سالش بوده و تازه وارد خط ساخت و ساز ساختمون شده به خاص مادرش با دختر یکی از دوستای اون که اتفاقا دختر خوبی هم بوده آشنا میشه فرید توی اون سالها به شدت درگیر کار بوده و اصلا رابطه و ازدواج براش معنی نداشته تا جایی که بدون اینکه حتی نظری راجع به زیبا دوست دختر مادرش بده فقط به خواست مادرش با اون ازدواج میکنه خانواده زیبا اینا هم وضعیت مالی خوبی داشتن و این دختر کارشناسی ارشد خودش رو هم گرفته بوده و حدودا 28 سالش بوده از طرفی اون هم فرید و زیاد نمیشناخته و صرف به این که پسر دوست مادرش تن به این ازدواج داده بوده فرید و زیبا بعد از مدتی آشنایی اولیه با رضایت خانواده ها ازدواج میکنن و زندگی مشترک خودشون رو توی خونه فرید که تو شهرک غرب بوده شروع میکنن زندگی این دو نفر اصلا روال عادی نداشته و هر دوشون درگیر کارای خودشون بودن فریدم که رویای بردسازی داشته ذهنش کلا درگیر این کار بوده و اصلا به زیبا توجهی نمیکرده از اونجایی هم که دیگه کلا وقتی برای بچه نداشتن تصمیم میگیرن تا بچه دار نشن ولی خب زندگیشون زیادم پایدار نبوده و پنج سال پیش این دو نفر با هم به اختلافاتی که پیش بینی هم میشده میخورن و از اونجایی که دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن تصمیم به طلاق میگیرن فرید ماجرا رو به مادرش میگه و مادرش خیلی سعی میکنه تا این اتفاق نیفته ولی کاری از دستش بر نمیاد و نهایتا اواخر سال 96 زیبا و فرید از هم جدا میشن اتفاقا این جدایی تا حدودی برای فرید خوب بوده و اون توی این چند سال اخیر به رویاهاش میرسه و پروژه های خوبی توی ساخت و ساز بهش تحویل داده میشه فرید اواخر سال 98 توی منطقه شهرک غرب یه پروژه آپارتمانی میگیره و یه سالی درگیر این پروژه بوده و تو همین یه سال اتفاقاتی براش میفته که باعث میشه مسیر زندگیش تغییر کنه رها دختری حدودا 35 ساله که ازدواج نکرده بوده و از اهالی همون محلی بوده که فرید اونجا درگیر پروژه بوده این دو نفر به واسطه ی همین کار توی اون محل با هم چند باری برخورد داشتن فرید بعد از مدتی که رها رو دیده بوده ازش خوشش میاد و حالا که توی کسب و کارش خیلی جلو بوده تصمیم میگیره تا به اون درخواست دوستی بده اتفاقا رها هم از فرید خوشش میومد درخواست اون رو قبول میکنه و این دو نفر با هم وارد رابطه میشن رها دختر خوشگل و جذابی بوده و قبل از فرید بارها با پسرای پولدار رفیق شده بوده اما این اواخر تصمیم گرفته بوده که دیگه از رل شدن با مردا دست برداره و با یه نفر وارد زندگی بشه وضعیت خانوادگیش هم خوب بوده و اون صرفا برای عشق و حال این کارو میکرده اما فرید از این ماجرا بیخبر بوده و رها هم راجع به این موضوع چیزی بهش نمیگه رابطه این دو نفر تا سه ماه پیش طول میکشه و با همدیگه خیلی خوب بودن و رها کاری کرده بوده که فرید محو این دختر شده بوده تا جایی که همه شماره کارتا و همه حسابا حتی از قاف صندوق فرید هم خبر داشته و میدونسته که این پسر توی زندگیش چیا داره و چیا نداره اما یه مشکل یه این روز که اون رو رو به خونش فرید برده و شب و با هم از این ماجراب با خبر بشه یه روز که اون رها رو با خودش به خونش برده بوده و شب و با هم بودن صبحش که مادر فرید به اون سر میزنه از اونجایی که کلید خونه اون رو داشته وارد خونه میشه و فرید که متوجه موضوع میشه به زور میتونه رها رو از مادرش مخفی کنه برای همین تصمیم میگیره تا یه خونه و ماشین برای رها بگیره و از اون به بعد شبا رو توی اون خونه با هم بودن و به مشکلی هم نمیخورن تا اینکه یه مهمونی همه چیز رو خراب میکنه چهار ماه پیش یکی از دوستای فرید یه دور همی گرفته بوده و تقریبا همه رفقاشو با خانوماشون یا دوستدختراشون دختراشون دعوت کرده بوده فرید هم دعوت شده بوده و اون رها رو با خودش به این مهمونی میبره اما از شانس بد رها علوم میشه که دوست فرید رل قبلی رها بوده و با اون رابطه داشته فردای روز مهمونی هم مرتزا دوست فرید نه تنها ماجرای خودش که با رها رل بوده ماجرای رل بودن اون با خیلی ها رو هم به فرید میگه فرید هم که از ماجرا با خبر میشه به خونه رها میره و با اون درگیر میشه و به این دختر میگه که دیگه نمیخواد باهاش تو رابطه باشه خونه و ماشینی هم که خریده بوده رو نمی میخواد اما رها مدام سعی میکرده تا توضیح بده و فرید و آروم کنه ولی کاری از دستش بر نمیاد و این دو نفر از هم جدا میشن رها که نمیتونسته فرید رو از ذهنش بیرون کنه از اونجایی که تماساش بی پاسخ میمونده مدام به اون پیامک میده و وقتی میبینه که پیامهاشم هم بی جواب میمونن تصمیم میگیره تا فرید رو با تهدید برای خودش کنه و هر روز بهش پیام میداده که بلایی سرش میاره که مرغای آسمون به حالش گریه کنند اما فرید اصلا توجهی به رها و پیاماش نمیکنه مدتی هم از این ماجرا میگذره تا اینکه رها بعد از اینکه میبینه فرید دیگه بهش هیچ جوابی نمیده تصمیم عجیبی میگیره این دختر با یکی از دوستای پسر سابقش که همچنان پیگیرش بوده ارتباط میگیره و یه شب اونو به خونش دعوت میکنه و بعد از اینکه باهاش وارد رابطه میشه بهش میگه که به کمک لازم داره و ازش میخواد تا در ازای این که از فرید کلی پول و وسایل قیمتی بدزده بهش کمک کنه تا یکم به اون گوشمالی بده سپهر هم قبول میکنه و اونا برنامه ریزی میکنن تا حدودن دو ماه پیش سپر سراغ فرید بره طبق برنامه هم صبح اول وقت یکی از روزای اوایل خورداد سپرت به جلوی در خونه فرید میره و بعد از اینکه فرید از خونه خارج میشه خودشو جلوی ماشین فرید میندازه تا وانمود کنه که فرید با ماشین به اون زده فریدم که صحنه رو میبینه سریع از ماشین پیاده میشه تا ببینه چی شده تو همین حین سپر چاقویی که تو دستش داشته رو میذاره روی گلوی فرید و تهدیدش میکنه که اگه صداش در بیاد گلوشو میبره بعدم سوار ماشین میشن و سپهر فرید و با خودش به یکی از محله های جنوب شهر میبره و سه روز اونو اونجا نگه میداره این پسر توی این سه روز کلی پول از حساب فرید خالی میکنه اما روز آخر که قرار بوده از خونش وسایل بدزده حال فرید بد میشه و سپهر میترسه که فرید بمیره و خونش به گردن اون بیفته برای همین اون رو توی خیابون یکی از محله های جنوب شهر ول میکنه و خودش هم از اونجا فرار میکنه حالا فرید پیش نیروهای پلیس اما نمیدونه که این بلا رو چه کسی سرش آورده اون میگه این کار فقط از عهده فامیلای اون برمیاد چرا که کسی که برای اذیت کردنش اجیر شده بوده آدم یه نفری بوده و هر کاری که توی این سه روز میخواسته بکنه با اون اون شخص هماهنگ می شده. نیروهای پلیس هم بعد از اظهارات فرید تحقیقات خودشون از فامیلای فرید رو شروع میکنن اما چیزی گیرشون نمیاد چند روزی هم از این ماجرا میگذره تا اینکه فرید به رها مشکوک میشه چون که این دختر بعد از این ماجرا دیگه پیامک تهدیدآمیز به فرید نمیزنه برای همین دوباره با مامورا ارتباط میگیره و میگه که به رها که قبلا باهاش ارتباط داشته شک داره و احتمال میده که اون این کارا رو انجام داده باشه نیروهای پلیس هم بعد از گرفتن مشخصات رها اون رو بازداشت میکنن و به اداره پلیس میارن این زن توی اداره پلیس خیلی سعی میکنه تا ماجرا رو مخفی کنه اما در نهایت مجبور به اعتراف میشه و همه چیزو به نیروهای پلیس میگه رها میگه به خاطر اینکه فرید اون رو ول کرده دست به چنین کاری زده مامورا اظهارات رها رو ثبت میکنن و این زن مشخصات سپهر رو هم به اونها میده و سپهر هم بازداشت میشه اونم مجبور به اعتراف میشه و میگه که به خاطر پول و عشقی که به رها داشته دست به چنین کاری زده و حالا به شدت پشیمونه اما نیروهای پلیس بعد از اظهارات این دو نفر پرونده اونها رو تکمیل میکنن و رها و سپهر به اتهام ضرب و شتم و سرقت اموال و ربایش انسان متهم دادگاه این دو متهم هم برگزار میشه و قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه از طرفی فرید درخواست اشد مجازات میکنه و رها و سپر که حرفی برای دفاع نداشتن منتظر حکمشون بودن و قاضی پرونده با بررسی مجدد شواهد و مدارک پرونده این دو نفر رو به پرداخت خسارت و دیه و ده سال حبس محکوم میکنه خیلی مخلصیم رفقا رسیدیم به انتهای پرونده خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به مردیه که پسرش رو به خاطر اعتیادی که داشته توی ویلای خودش به قتل میرسونه رو حتما 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 ببینید